آقا کسی اگه براش جالبه یا تو کانال اینو زندگی میکنه اینو من میگم خیلی پرسونال اکسپرینس واقعا هم ارزش ارزشمنده من آپشن داشتم که پولمو بدم دست یه کمپانی برام منیج کنه سالی دو درصد میتیرن خب حالا یه این شورت پد میگم سالی دو درصد این چیه که میگن دو درصد تکنیکی 33 درصده چون میگه ما برای تو در سال 8 درصد سود میدیم بهترین حالت دو درصدشو میخوایم بتیریم این 6 میده دست من دو درصد اونا میبرن واسه همین تو اخیراً حساب کنیم میشه 25 درصد داستان 20 درصد داستان 15 درصد داستان 33 درصد داستان سو اینا فیشون بین 15 درصد تا 33 درصده ولی چون که آدم و رو ریاضی خوب نیستن میاد میگه ما فقط 2 درصد میبریم ولی خب 2 درصد وقتی 6 درصد میدی در سال 2 درصد میشه 33 درصدش دیگه خب این اینجوریه بعد من اینو خب چون باهوشم فهمیدم گفتم اوه کش میخواد پول ما رو بزنه نمیدم بعد اون موقع میخواستم دلار سیو کنم 100 هزار دلار دادم به فیدلیتی 400 هزار دلار گوشم تو حساب خودم گفتم من اینو من خودم منیج میکنم دیگه فیه رو نمیدم اون 100 هزار دلاره الان شده 150 اون 400 شده 300 <تصفح> <ماردی> دقیقا. دست بزنی فکر کنم. <تصفح> نه من که دست بزن قرار نبود بزنم من فقط میخواستم همینجور هیبش پول اضافه کنم 65 حساب رو باز کنم ولی الان که داری نگاه میکنی اگر من پول دادم به اونا نه احسام هم بگرفته بود نه زحمت من کشیده خواهم بودم سال پیش 500 هزار دلار فقط تو استاک دست دادم آره میدونم یهو من اصلا ستاپ شده بودم توی استاک یعنی من یه میلیون توی حسابم بودش میخواستم یه ملکی باش بخرم بعدش گفتم که سری بزنم توی یه استاکی 100 تا 10 درصد بیاد بالا 100 تا بسازم یه بیرو یه مثلا یه مسافرت بریم 100 تا خرج کنیم بعدش ام هیچی دیگه گذاشتم توی استاک فیسبوک به خاطر اینکه فیسبوک میخواستش متاورس رو تازه داشت لانچ میکرد آره دیگه یا این وری یا اون دقیقا منم گفتم متاورس چیز خفنیه بعد در آمده فیسبوک رو نیا کردم هر سال و سه پونزه سال گذشته بالا رفته بود وقتی این کامش رو ریلیس میکرد منم یه میلیون گذاشتم توی همین فیسبوک. فیسبوک. همش هم فیسبوک گرفتی دیگه همش فیسبوک گرفتم آقا درآمدش درآمد for the first time after 15 years فیسبوک انکامشو اینکامش میس کرد 33 درصد دراپ کرد تو یه روز اگه بری نیا کنی فیسبوک سال پیش نیا کن 300 هزار دلار اومدم پایین تو یه روز و گفتم فیسبوک رو کن دیگه فیسبوک میان بیرون چون دیدم داره همینجه پایین میره دوباره خدا رو شکر اون موقع درش بودم چون خیلی رفت پایین آره بعد بعدش از فیسبوک در آوردم گذاشتم تو ار بی بی گفتم بزنم ار بی بی کووید داره تمام میشه داره ریکاور میکنه همه دارن میرن سفر داره درآمدش میره بالا ببین تا روزی که گذاشتم تو ار بی ام بی راشا اپتک کرد به اوکراین او oh مای گاد یهود ار بی بی رو تو راشا و اوکراین بسن تو راشا بسن و اصلا یهو ار بی بی هم 30 درصد دراپ کرد اگه نیا کنید روزی که راشا اتک بعد گفتم اصلا یه استاک به من نیومده در آوردم کردمش تسلا گفتم بابا تسلا مثلا دیگه سیفتر ایلان ماسک عاشق ایلان خیلی میلان ماسک کار خیلی من بعدش گفتم مثلا ایلان ماسک از اگر ایلان ماسک یه پولی بس دیدی کریس راک میگه میگه تنها مردی که تو کره زمین نگاتیو کام داره میگه در خونش که میگه صف 50 نفر از سه ماه هم ویتینگ لیستشه دختر فقط واسه که سکس بزنن تا کرییت میشه دو نفر دارن میزنن تنها مردی که نگاتیو کام داره پولار دیمه دنیا دیگه خلاصه گوشی تسلا گوشم تسلا یه سات تا آمدم بالا خدا رو شکر بعد دیگه مجبور شدم بعد اون کلوزینگ اون خونه که خریده بودم رسید مجبور شدم پولار بکشم بیرون خلاصه قرار دیگه پونسر از قبول کردم که ضرار کردم اوه چقدر لحظه سختیه حالا مثلا من یه دوست دارم در دو هفته مثلا شبیه خودت مثلا 70000 دلار میدیم کازینو میبازه خب جلوی من, من بعد بهش میگم خب 1000 دلار بده من فکر کن هفت یکی باختی میگه نه میگم تو که دایی 70 تا باختی چه فرقی واسه تو خب هزار تا بدم من, من میام خونه میگم من, من هزار دلار بردم تو که هنوز لوزه دی. می‌کنی دیگه امکان تا رو مثلا دونه همون کش همونجا از یارو بعد چپش کنی همون 100 داشته باشی دقیقا ولی اصلا دلم نمیواد برام موقع 500 تا بدم بیام بیرون ولی ولی از اون بعد باعت... اصلا بس همین که میگه اگه به کسایی که این کارن بکنی واقعا هر کننده اون کار رو پیدا بکنی بهش اطمینان بکنی اگر دیگه رفتی دفتر یکی نشستی باش داری صحبت میکنی بهش اطمینان داری دیگه بهش اطمینان بکنی نه دوباره چوب بکنی تو چرخش بگی نه تو نمیدونی این مثلا تو ریل استیت خیلی ها یکی میاد یه خونه ای میخواد بخره بعد لحظه آخر میگه نه این اینجوری میشه میگه خب تو میدونی خب چرا از من ادوایس میخواد خود از من بهتر میدونی نه کلا که ایرانی اینو داریم که همه خود اون خیلی میدونیم داره پارچه آب رو <تص> دو دستی بعد اینو خیلی خوب از این پارچه کاسه هست بیشتر تا لیپا میسو سوپ بکرم دارم <aty ride> <exception> میخورم میسو سوپ میزنیم تو پارچ نه کمتر خیلی خوب کجای <تصفح> داستان <تصفح> من رفتم تو پارج الان داشتم می‌گفتم <تصفح> البته اینکه ایرانی ها که خیلی این داستانتشون هست آره یارو اومده بود خونه اینجا بعد میگفتش که میگفتش که آقا خونه بغلی ساعت هفت کانستراکشن داره میگفتم ببین قانونیه میفهمم تخمین سیچوئشن ولی فقط دو هفت تمام که تمام میشه می گفت نه این غیر قانونیه این نمیتونه قانونی باشه گفتم ببین تو قانون نمیدونی من میدونم حد <تصفح> <تصفح> نمیزنیم اینجا قانون چیه اگر هم نب... منو باور نمیکنی زنگ بزن به پلیس بپرس بگو آقا ما همسرم هم داره رنوشن انجام میده چون خونهش زیل اومده بیمه داره کار میکنه اینجوری اون سایه تاسف گفته من میخوام برم <تصفح> یعنی بیمه داره کار میکنه که دیگه دونه تو کمپانی که اصلا نمیره یه کار غیر همین همه دارم بهت <تصفح> میگم یعنی کمپانی بیمه داره کار میکنه بعدش هم بعد میگم قانونی قانون میگه از هفت صبح بعد میتونم کار این بعد بخوام 8 شروع میکنه یعنی یه ساعتم دوزه همیشه میدادم ولی آوانتاش میگه بعد سه روز هر روز به من زنگ زد بعد روز چهارم گفتم که خب آقا پاشو برو من اصلا از این من از این آدمای لندلورد تخمی نیستم که مثلا گیری بدم ناز، از کانترکت باید بمونی من هر کی میخواد بره میگم برو نو no پرابلم من هم میذارم من مساج پایینیم رفت 5200 دلار بهم بده کار واسه پول آب آور با رفت فقط دو تا کار رفت و خانم میگه برو سوش کن نه من آقا من حسین ندارم که دیگه بیچاره تو اون پوینت دیگه آفرین گفتم نه نه این خانم سه سه سال اینجا زندگی کرد تو این سه سال سالی 50 تا به ما پول میداد چقدر میداد 25 تا میداد 75 دلار به ما پول داده درست حالا 5 تا زد دیگه اون فکر کنم هفته تا به ما داد درست نمیخواد گوش تلنت اینو گوش نه پول تو سر وقت جاکش کلا من کلا خیلی رلم با تلنت ها مثلا میگم مثلا مثلا اول که میشه النا میگه این رنتو فرستاد میگم بابا پنجم چک کن درست اول چه خبر پنجم چه می‌کنه هکی داده پنجم نداد بعد به چیز میده فکر کنم دیگه فشار مورگج زیاد نیست <و> <Raner> <surprising> ام الان آدم ماهی 110 هزار تا مورگج میده بوش چند تا لو رنتال داری الان یه حدود 25 تا 25 رو همش خودت یه با شریک دوستت که 5 5 رفتین یه سریش خودم یه سریش با اون شریکم کلا شریک رو سفارش می‌کنی یا نه شریک خوب سفارش می‌کنم چجوری بفهمیم چون من نتوسم پیدا کنم و هنوزم نمیفهمم چجوری سه در بسته است به نظر من ولی نه آه. یه سری،, یه سری ساینا رو میبینی و بعد ببینی آخه شرکت که باید ببینی چیزی بهت اضافه میشه یا نه اگر آه. یه شرا... توی یه شراکتی باشی که تو فقط داری سود میرسونی نه، همیشه این دقیقه نه. مثلا همین اصلا کلا بیزنس هم همینطوریه expect... نمیتونی اکسپکت بکنی که بگیری ولی هیچی ندی یه دو طرف هست <applause> باید بدی بعد بک با... اکسپکت بکنی که بگیری نه من این اصلا نمیفهمیدم چون من وقتی شریک بودم مثلا اگه با تو شریک بودم و تو نمیفهمیدی تو این داستان همه کارو من میکردم درست نه دیگه اون نه. اون سستینبل نیستش یعنی چون هر وقت اتفاق افتاد که من بلد نبودم این قرار میکرد این منو درست گفت چرا ما همه کارا رو بکنم اونا خب پس دیروز پرس که من همه کار کردم چرا بگی سوال تخمتو میدیسن اونا اوکی بود سوئل بکنه ولی الان که تو داری می‌کنی داستان شرکت با... میگم اینه که شرکت باید بدونه که الان تو داری چی روی میز میاری اون داره چی روی میز میاره و چه داریم با همدیگه این سیستم رو میبرین جلو 100 درصد شریک داشتن خیلی قوی تر میکنه آدمو شریک نداشتن یعنی اصلا درست. نمیتونی یه ارگنایزیشن بزرگی داشته باشی بدون شک نمیشه بدون اینکه بخوای تنهایی رانش بکنی نمیتونی حتی ده. میگن اپل و مایکروسافت و اینا همه دو تا دو تا درست شده yeah. این yeah. کمپانی بزرگترین کمپانی همیشه دو نفر بودن این اینو yeah. میفهمم ولی من این حرفی که میزنی خیلی جالبه من چطورش اینجوری فکر نکرده بودم من همیشه من میآوردم تو داستان داستان, داستان. اونا هیچی نمیوردن فقط مثلا میگفتم که بیا اینجا ایمیل ها رو جواب بده من که میخوام ایمیل ها رو جواب بده کار تخمیه که وقت میبوده میدونم تو میخواستی ولی اشتباه میکردی شریک میگرفتی به من امپلوی میخواستم درست میگرم آدمی میخواستی که دقیقا بقا... چیزی... یه چیزی که مردم خیلی اشتباه میکنن اینه که مثلا یه درآمدی و واسه یه شغلی در نظر میگیرن بعدش شروع میکنه خب این درآمدا رو واسه یه آدمی که اون کار انجام میده براشون پرداخت میکنن ولی اکسپکتیشنی که دارن خیلی بالاتره از اون کسی که میخواد کار انجام بده ولی درآمدا رو نمیخوان بالا ببرن یعنی اگه مثلا شاید تو خودت مثلا تو اون پنیوم میومدی یه نفر یا مثلا بهش ماهی 15 هزار دلار میدادی میگفتی تو حالا بیا این کارا رو واسه من بکن ای تو مثلا کوالیفاید نیستی واسه این مثلا با ماهی 15 تا میتونی یه آدم خیلی کوالیفاید بیاری که شاید خودت هم بیشتر بدونه تو اون ولی به خاطر اینکه اون درآمد رو بالا نمیبرن اون سختیه کارو میذارن خودشون درآمد رو پایین نگه دارن. که اشتباه دیگه همیشه یعنی ادی دوباره میان داخل بیزنسشون کار میکنن به جای اینکه بیان از بالا رو بیزنسشون کار بکنن میدونی مم. که بخوان بیزنسشون رو بسازن حواسشون بهش باشه یه کسی رو میذارن که درآمدش پایینتره و خودشون میان تو دی تو دی کارات اینوالو میشن انرژیشون گرفته میشه پرفورمنسشون میاد پایین واسه همین ام... میگم تو چالش فکر نکنم میخواستی تو یه کسی میخواستی که بتونه های پرفورمر بشه توی سیستمت که بتونه بهت کمک بکنه آره درست میگی منم این یکی از اشتباهام بود و خیلی به من ضربه زدی من همیشه چیزی که میگم من میگم فقط دو تا, تا تایپ من شریک دیدم یا احمق یا باهوش احمقی که توضیح نمیخواد ما رو باهوش دوزی رفت هیچ <تصفح> وقت من من, من, شر... من شرکت میگم من خدا رو شکر این شرکت هم واقعا شرکت عالیه و البته این خودی حرفی زدی گفتی اخوانده پولدار میان اینو میخوام بگم اینو یکی بدنا به من گفت گفت تو مشکلی که داشتی شرکت که انتخاب میکردی از شور اقتصادی با تو یکی نبودن حالا معنیش چیه میگفت تو کسی که اومدی باش کار کردی پول نداره ها یا پول داره از کاری نداریم ولی آرزوش اینه که به اکس برسه اکس من هست پنجا هزار دلار اکس ایشون هست دیویس هزار دلار اکس اونی که من انتخاب میکنم بود چار و بیزنس میومد سف هزار دو برابر میشه دو هزار دو برابر میشه هزار من گفتم ای باید پنج بار دیگه دو کنیم داریم میرسیم به پنجا اون یارو که میگو تموم بای بای. دیگه کم ایه. کار شو که حال این خیلی مهمه که شریکتون شعور مالیش با خودتون یکی باشه من اینو واقعا نمیفهمیدم من فکر کنم خب هر کی میاد میخواد قوی ترین باشه بزنید. باید ولی نه خیلی آدم با چهار تا پنج تا اوکی میگم پرنده با پرنده باز با بازی اون مثالی که میزنن واقعا مثال خیلی درستیه واقعا حالا شر... شر... شریک فقط کاری نه دیگه شریک زندگی هم به نظر من باید همچین چیزی باشه نمیتونی بری مثلا ام... میدونی یه شریک کسی انتخاب بکنی که مثلا سری سری چیزایی که تو <laughs> تو <applause> فهم خب میخوره دیگه میدونی با ما بچه دا فیلم هندی میدیدیم همیشه یارو ب... ب... بچه پادشاه میرن با دختر کارگر عروسی میکرد خوشبخت میشدن فقط فیلمه همون من حق نمیدونم تو فیلمه من فکر واقعا دو بده دو خسایر اونم هم نیستا خیلی آدمای مثلا کسانی که الان میگم آدمو نمیشه به خاطر پولی که داشتن دا نه سطح طبقه منظورمه سطح تربیت بهتره تو ولی اونم باز استثناتش پیدا میشه دیگر. یعنی مثلا من خودم واقعا اون زمانی که حتی پول نداشتم باز مدل رفتارم و مایندست هم این بود که پول داشتم میدونی و اصلا یکی از دلایلی که خیلی بهم کمک که رشد بکنم مثلا که تو ذهنم همیشه قبول کردم که تو یه پوینتی هستم که میدونی یه او اوور کانفیدنسی اصلا تو ذهنم همیشه داشتم نه که حالا اونو بخوام بیام به کسی بیام. به قبولونم یا میخوام به کسی فورس بکنمش ولی اون یه چیزی بوده که به کمک کرد واسه همین میگم استثنا هم هستش. یه سری آدما رو میبینی با این که مثلا وضع مالشون شاید خوب نباشه یا آم... لحاظ اقتصادی شاید خیلی قوی نباشن ولی لحاظ ماینستشون انقدر قوی که تو که بازی کار تو زندگی یه سری کار رو کردی اقتصادی به یه جای رسیدی جل... جل... ماینستی و قدرت ذهنی در کنار اونا فکر میکنی که اونا دامیننتن نسبت به تو حتی <متده> خیلی جالب خیلی پوینت های قشنگی میگی مرسی که واقعا وقتی تو داری میذاری به بچه ها چیزی یاد میدی حالا من برای اینکه دیگه تموش بکنم سوال سامری الان یه نفری که اومده اینجا پنج سالم هست میخواد یه دیگر... قسمت خونه موندی ما میخواد چرا چرا تموش کن کن چرا خونه فقط رو... الان خونه ساز نیستیم <متده> <متده> من تو مقدم میخونه ساز شدی و الان دیدی تو همون اوکی بود واسه 4700 آخه رو ترسیدم گفتی دی دیویست و زرر گفتی دیگه نمیتونم قلب من دیگه نمیکشه خیلی تو ماش زرر خوبی ها رو آره خلاصه حسه که خونه که ساختیم بعد از این مدتی من چجوری اصلا مادم تو ریل استیت این بود که یه خونه هایی که می و آپارتمانی که می‌خریدیم می‌فروختیم یا ریل استیت ایجنتی داشتیم که اون داشت با ما کار میکرد و من دیدم خب کمیشنایی که داره میگیره. بعضی موقع از سود پروژه ما بیشتره <applause> بعدش گفتم که خب من چرا خودم لایسنس نمیگیرم که بخوام این کار رو انجام بدم سال 2015 لایسنس ریل استیت گرفتم و از سال اولم نفر اول اون کمپانی شدم که تو اون داشتم جزبشون بودم و خودش خیلی کمک کرد یعنی چه جوری این اتفاق افتاد اون آدم, آدم زیاد میشختی آره دیگه چون تو این بیزنس بودم علاوه کانستراکشن و اینوستمنت و اینا خیلی تو این بیزنس بودم خیلی آدما رو میشناختم خب چیکار کردی بهشون زنگ زدی نامه فرستادی تلفن زدی زنگ... نه اوریدی با هم صحبت میکردیم یعنی می سی بودن که حالا ها. با ما سرمایه گذاری میکردم میمدم با من آپارتمان میخریدم رنوویت میکردم میدونی ولی خب من اون ریل استیتش میدیدم به یکی دیگه اه اه اه. بعد از اون مدام ریل استیت هم خودم انجام دادم سال 2000 و... یعنی فکر کنم حدود سال پیش بود تقریبا چهار سال پنج سال پیش هم بودش که شروع کردم یک کمپانی سرمایه گذاری اه 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 زدم که هر کسی با هر مقدار پولی میتونه توش سرمایه گذاری بکنه بهش میگن ریت که حالا ریت رسمی نیستش که هر کسی بخواد از هر جای دنیا بیاد فعلا این سری خصوصی تر یعنی اکسکلوسیو تره که با مردم میتونه سرمایه گذاری بکنه الان این سری حدود 100 میلیون دلار ما فاند منیج میکنیم که من سی او شرکت هستم کمپانی ریل استیتمون رسیده به یه تیم بزرگ رسیده بزرگترین آفیس ریل استیت و نورت ونکوور داریم باز میکنیم الان تو آفیس ریل استیت رو زدی یا نه هنوز پس الان دیگه تو رو زیر تن الان رو من هستن تو کنه هر کی میاد دورات میکنی زیرت دیگه یعنی تو چیکار کردی برو زیر نه خب بخاطر اینکه من تو یه پوینتی متوجه شدم علاقه من ساختن بیزنسه ای دوست بیزنس های بیزنس بسازم متوجه ای واسه همین دوست دارم بیزنس رو بسازم به یه حدی که رسوندم حالا بدم اون خودش رشد بکنه میگن یه, تن... ای بکاری و دونه بشه یه ساقه ای اون ساقه بشه یه تنه ای که دیگه باد نندازتش وقتی میدونم باد نمیندازتش میرم دنبال یه دونه, دونه دیگه که اون ساقه تنه وای میسته شروع میکنه میوه دادن و الان هم یه حدود یک ماه پیش یه دونه نرم افزار کامپیوتری لانچ کردیم و یه موبایل اپ که خیلی داره رشد میکنه واسه مارکتینگ هستش واسه همه بیزنس های کسی واسه مارکتینگش میخواد اکسپلود بکنه میتونه با هم تماس بگیره و بهشون توضیح بدم چیه من اینفورمیشن پوریا رو توی دیسکریپشن میذارم آره خلاصه الان ریال استیت به اونجا رسیده کمپانی کانستراکشنمون هنوز داریم یه کمپانی مورگج داریم کمپانی اینوستمنت مورگج 100 میلیونی است یا مورگج چیز جدا نه جدا مورگج واسه اینه که کسایی که بخوان مورگج بگیرن هم. میتونن بیان مورگج بگیرن اون 100 میلیون فانده واسه الان ما حدود تقریبا 4 تا های رایز داریم توی کلونانات توی ونکوور که بیسیکلی سری زمین خریدیم الان دنبال شهرداری هستیم که مجوز ساخت برج رو بگیریم حدود 500 تا واحد آپارتمان میتونیم روینا بسازیم که حالا امکان داره بسازیم امکان داره بفروشیم دیگه اون دیسیژن اینوستمنت مونه بعد 100 میلیون و چقدر ریترن داره یا آنون یا چه جوری نه ریترنمون دو مدل داریم سرمایه گذاری سرمایه که میخوام بیان گارانتی ریترن بگیرن حالا بین 6 تا 8 تا 10 درصد هر کدوم بستگی به زمانی که میخوان پولشون رو بذارن داره اونهای این سری هم مثلا میخوان بیان توی پروژه شریک بشن دیگه میشن یه پای پروژه در اصل یعنی پروژه اگه 50 درصد سود بده 50 درصد سود میکنن فهمت. تو ضرر و سود دیگه شریکن دیگه تو پارتنر و سود شریکن ولی خدا رو شکر توی پروژه‌های بزرگمون همیشه سوددهی داشتیم و اصلا دلیل این که از خون ساختن خونه‌های مثلا لاکچری 10 میلیونی 15 میلیونی وست اومدیم بیرون توی ساختن های رایز و ساختن لو رایز و مولتی فامیلی در اصل بهش میگن پول سریع‌تر واسه اینه که زر... و ریسک خیلی پایینتر. به خاطر اینکه ریسکت خیلی پایین تره نیاز نداری دنبال یه بایر باشی که بیاد 15 میلیون ازت خرید کنه 15 نفر میان 15 تا واحد یه میلیونی ازت میخرن فهمیدنم. و به خاطر قدرت ریل استیتی که داریم الان و تیمی که داریم و ریل تورایی که داریم خیلی راحت میتونیم پروژه رو مارکت بکنیم و بتونیم بفروشیم تا اینکه بخوایم یه دونه خونه رو هم مارکت بخوایم بخوا... بکنیم و خیلی چیزای دیگه ای که رسونده ما رو به این پوینت که بتونیم یه بیزنسی بسازیم که بس من بهش میگم بیزنس تارن کبوتی یعنی اینکه این, بیزنس‌ها بیزنس در کنار هم دیگه یه جوری هستن که پی به هم کمک میکنن یعنی ریل استیت کمک اینوستمنت کمک میکنه به ریل استیت بعد به کانستراکشن بعد به مورگیج بعد به مارکتینگ همه اینا به هم دیگه کار میکنن و یه اکوسیستم در میشه الان رو داری که صد میلیون بپیچی بری مکزیک مثل اون پسر که صد تا گذاش؟ گذاشت چه <applause> چون من فقط تو وکیل بعد دوز بشین دیگه دو نفر دوز بشن تمام درسته فقط من بعد دوز بشم او وکیل لازم نیست نه چه با؟ ریسپکت چون اگر کمپانی اینطوری ستاب کنی و هنوز آدم ها اومدن با چیز کردن در ببین چیزی که هستش خب در اصل همه اسدای کمپانی میازیه شرکت تو دیگه و اون شرکت هم امضاش تو میندازی که میخوای چیکار بکنی ولی خب اگر که یه آقایی بودش یه شریک ما داشتیم به ما همیشه میگه که خر نباشین شطور باشین با میگه, میگه, میگه جفتش جفتش دوست هیچ کدومش باشه ولی میگه چون بیچاره حالا به حیونا هم نمیخوام بی بکنم ولی من حیوان دوستم خیلی دوست دارم انیمال تو من ویگن نبودم این مدتی منم بودم بعدش چون خراس سرشون رو پایین راه میرن جلو پاشین رو فقط میبینن شوتورا سرشون رو میگیرن بالا دورو میبینن مثلا اگه مثلا من گولم این نیستش که بخوام 100 میلیون دلار کشات بکنم گلم اینه که بیلیون دلار داشته باشم نه اینکه بخوام روی دوز باشی و صد میلیون دقیقا واسه همین الان میتونیم یه صد میلیون کشات بکنید تا آخر زندگیت هم اینجوری بلرزی و خلاصه یه سری نفرین و اینا هم باشه آدم دیدم که همچی کارهایی کردن و زندگیشون پاچیده از هم دیگه یا یعنی اینکه میتونی یه لگسی داشته باشی و اون لگسی تو بخوای قوی, قوی و بالتر بکنی و الان توی دنیای زندگی میکنیم که واقعا من اگه از من سه سال پیش میپرسیدی چهار سال پیش میپرسیدی پوریا میخوای بیلیونر بشی میگفتم نه نمیتونم بشم یعنی واقعا با اینکه انقدر ذهنم قوی بود بازم میگفتم بیلیون خیلی پوله ولی الان میگم که راحت میشه به نظر من دیگه چیزی که راحت میشده می برام فقط استپاشو داری میبینی اینو برام اینو برام نرسیدم دقیقاً, دقیقاً. برام رسیدم دقیقاً،, دقیقاً. دقیقاً. فقط باید کارش درست انجام بدی اونا رو اگه درست انجام بدی میرسی به اونجا واقعا دمت که با این همه کار و این همه چیز وقت گذاشتی بیای تا اینجا و به بچه ها یه حالی بدید واقعا بچه ها جون مادرتون یه تشکر تو کامنت بکنین که بدون ما آدمای باشوری هستیم خب برای اینکه آخرین چیز الان یه نفر اومده کانادا پنج سالم هست ریل هم گرفته چه چیکار کنه چیزی داری بهش بگی خب من خانوم هست الان به چی میگی ببینید چون خانوم دو سال یه دونه خونه هم بفروشه خب واسه اینه که واسه ما امروز اتفاقا یه ویدیو درست کردم برای همین گذاشتم که اصلا اونو دیدم گفتن گفتم همه 5 سال میان بیرون دقیقاً 87 درصد ریلتورا توی 5 سال اول کویت میکنن به خاطر اینکه یک منتورشیپ ندارن نمیتونن نمیدونن چی کار بکنن و میان پولاشونو خرج میکنن حالا هیچ کس مثل تو ساپورت ندارن که پولاش آنلیمیتد باشه خرج نشه ولی خب پولاشون خرج میکنن و دنبال یه کار دیگه میگرن و از این رشته میان بیرون ولی اونهایی که میمونن میتونن خیلی خوب توش پول در بیارن چیزی که چیز اول اینکه که بمونین شطور استایل دور نگاه کن بمون توش درست میگم بمون ولی درست بمون درست بمون داری واقعا خب به سمت انقضا میری نمون به راه حل پیدا بکن ولی نامبر وان اینه که به باید منتور داشته باشین صد درصد باید منتور داشته باشین من اگه 2015 اگر منتورشیپی اصلا اون موقع وجود داشت آرزو اون بود که داشتم ولی وجود نداشت و خدا شکر الان هستش حالا چه من منتورشیپ انجام میدم چه خیلی آدم های دیگه ای که میتونین قبول من هم میگم. میگم کاش وقتی که مثلا منم کوچی بودم یه دایوسی بود این میگفت من نگاه میکردم یاد میگرفتم دقیقاً نبود اون موقع دقیقه. و به خاطر اینکه توی ریال استیت میستیک هایی که میشه انجام بدی خیلی اکسپنسیون یعنی چه حالا میستیک ها میتونه اشتباه ها میتونه اشتباه قراردادی باشه که بیاد ازت پول بگیرن چه میتونه من اشتباه از دست دادن اپورتونتی رم اشتباه میگیرم که اون میتونه خیلی سنگین باشه مثلا اگه تو یه دونه خرید و فروشی که 4 میلیون دلار مثلا قیمت خرید هستش تو میتونی مثلا 60 70 هزار دلار کامیسیون بگیری یه طرفشو دارم حساب میکنم میگم تو درصد گرفتی من همه کلی بگم تقسیم یه درصدش حساب میکنی یعنی یه طرفش حساب میکنی اگر به خاطر یه اشتباهی که ندونم کاریت باشه اون از دست بدی در از 60 هزار دلار پول از دست دادی چند بار فکر میکنی این نیاد دم خونه ناک ناک میکنه که بیا الان اینو انجام بده میدونی واسه همین منتورشیپه میتونه تو رو برسونه به یه جایی که اون اشتباه ها رو انجام ندی که بتونی اون شانسی که میاد در خونت سرخ خوره از دستت و اینکه میتونی خیلی بیزنس تو درست بسازی از روز اول و این فاوندیشنش جوری بسازی که بیزنست رو به رشد باشه نه اینکه بیاد پلاتو بشه خیلی از ریلتور ها هستن میان کارشون هم درسته میان سه چهار سال پنج سال شش سال طرف میدید 20 سال ریلتور هنوز میدونی؟ بابا آخه 20 سال دیگه دوست داری دمت کم درست ولی خب دیگه توی این 20 سال باید یه دوتا سرمایه گذاری میکردی که الان راحت تر بتونی مثلا شده 65 سالش هنوز ریل داره خرید و فروش میکنه میگم بی نمی‌کنه نمیکنم دمشون گرم که شاید کارشون خیلی دوست دارن ولی مطمئنم 65 ساله یه ذره سخت کار کردن واسه تو هر چقدر مطمئنم اگه آپشن داشت یعنی یا میفهمید یا آپشنشو داشت نمیکرد هر آدمی اگر یا بدی بهش نمیره سر کار دقیقه 99, 99 درصد در دنیا را اگه صبح بلند بگی لاتاری بردی 800 میلیون دلار دقیقه چشاشو میبنده این رو میذاره میگه خب بس بذار یه بار راحت بخوابم دقیقا, دقیقا من هر شب اونجوری میخوابم واسه همین تو مغز خودم من یه میلیاردرم ولی تو ریالیتی انم نیستم واسه یه مدل بیزنسشو درست بسازه واسه اینه که بیزنسشو جوری بسازه که بتونه بعد از 5 سال تا 10 سال بیاد بیرون و هنوز پولشو بسازه یعنی تا درختی که گفتی در واقع دقیقاً, دقیقا. که میگم ریل استیت بیزنسی که اکتیوینگ اینکام رو درست میکنه کامیشن بگیری پول داری کامیشن نگیری پول نداری دیگه خب از اینو به میتونم من اینو کپی رایت ترید مارک کردم خب این تو کانادا مال منه اه هم. اه رو پشت کارت خانومم چاپش کردم کاش داشتم خود بخونی ای؟ نیستش اینجا پشتش نوشتم ام. که نوشتم که call me or we will both be homeless واقعا <laughs> 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 دقیقا دقیقا <laughs> گفتم رو همه کارت هر کس چی می‌نویسه گفتم من یه چیزی می‌خوام بنویسم می که هر کی خوند عکسن که نمی‌خونه گفتم هر کی بخنده بخنده درست و خیلی بود اینو از یکی دوزی نه بس بگم یه رستوران بود دم در صدر بود رستوران تسلا بس زده بود دم <laughs> اره رستوران زده بود if you don't eat here we will both be hungry <laughs> خب و اینه که دیدم خیلی باحال حال کردم چون خیلی تویست قشنگی داشت بزاید. و گفتم که اوکی بعد تو خونه که من دو کردم و تو ترید مارکش کردم میخواستی استفاده کنی به استفادهش <تصور> کنم no نو پرابلم یه سه تا کتاب هم بگم که دوست دارم برم بخونم صد درصد صد درصد من سه تا کتاب هستش که خیلی بهم کمک کرد توی زندگی و واقعا فکر می کنم که اگه اینا رو بخونید زندگیتون رو خیلی میتونه عوض بکنه یه دونه هست هستش اتمیک هابیت کتابیه که در با همه تغییرات کوچیک یعنی به اتمیک هابیت یعنی اتمیک ترین هابیتی که میتونه یعنی سایز اتم خیلی کوچیکه یه درسته یعنی میخواد بگه که انقدر حبیتی که داری حتی به اون کوچیکترینی که سایز اتمه رو شروع کنی عوض بکنی یه تغییرات بزرگی تو زندگیت میبینی خب ولی never trust an atom they make up everything بعدش کتاب دومی که هستش تینکن Grow Rich هستش که خیلی از لحاظ مایندست از بهت کمک میکنه و میبره توی یه استیتی از ذهن که خیلی قویت میکنه خیلی به کمک کرده کتاب 48 لاز of پاور هم خیلی خوب هستش که چه جوری میتونی 48 هشت... یعنی یه سری لاز هستن که 48 هستن که بهت کمک میکنن که توی یه سری کانورسییشن توی سیچویشن میتونی برنده بیرون بیای <تصفح> هیچ این ستاره اگه واقعا زمان بزنن بخونن چیزی که به من خیلی کمک کرده فارسیشون هم هست این کتابا معمولا نه معمولا نه. نه ولی خیلی موقعا پیدا میکنی چون یه نفر مثل چت جی پی تی هست دیگه کلش رو میدونی کتاب میگه فارسی واسه من بخون فکر کنم یا چت افغانی می نویسه من افغانی افغانی هم میشه می فارسی میشه میشه خون میشه بفهمی چی ولی سخت واسه ما yeah. مثلا وقتی ناکنم انگار زبان افغانا می نویسه چون... شن... خب میشه یه کار دیگه ای کرد میشه یه گوگل سرچ کرد نکات مهم کتاب خلاصه رو میشه گرفت خلاصه رو بندازید دیکشنری آره اونو راست میگه چون من دارم الان این چیزی که خلاصش رو میگم میتونم کپی پیست کنم روش آره خلاصش بنزین یه دیکشنری انجام بده ببین آدم باهوش باشه همیشه آها یه چیزی این خیلی این مومنت یادتون باشه آدمایی که تو زندگیشون موفق میشن اینو من 100 درصد چیز اسم میذارم روش پرابلم سالوینگ قوی دارن من چیزی که تو دوز... بچهای امروزی میبینم به عذرت میخوام ازتون میدون که همتون دوست دارم هرچه من وقت میگم همیشه منظورم 90 درصد اینو تو همه پادکست ها من تکرار میکنم 90 درصد بچه ها همه کونگوشاد شدن همه لشن یعنی مثلا بهش میگه که آقا من میخوام روی میز آب نباشه بعد این آبه که میاد اینجا برمیگرده میگه چیکار کنم آقا خ... یعنی چیکار کنم لیوانو برگردون بوی دستمال بیاد دستمال پاک کن اینم بذار اینجا که دیگه نریزه ولی بچه ها آقا به این نمیرسه همه منتظر بهشون بگی چیکار کنن پوریا چیکار کنیم الان میخوام خونه رو چیکار کنیم خب مثلا میخواستیم خاک بریزیم خاک بردار نیومده خب نمیدونم برو پیدا کنی خاک بردار یه خود بشین توش بیا من یه دفعه جنس از چین اومده بود بعد خیلی مهم بود که امروز برسه حالا مشکل چیه چین باید به اون جایی که جنس داره نگه میداره بگه که من پولش دادم که ریلیز کنن چین الان چهار صبح هیچ کی تو چین بیدار نیست بعد بلند شه هشت صبح اون فکس رو بزنن هشت صبح چین میشه شیشه به اینجا اون کمپانی بسته من دیگه نمیرسم به جنسم رفتم تو اون جنسه گفتم آقا من جنس ها میخوام زنه گفت نمیتونی بگیری چون که غیر قانونیه بشن تو دوز باشی از ما دستم به چی بند نیست کارخونه ما جنسو میخواد مثلا ما بدهکار میشیم به کمپانی گفتم که من میخوام گفت نمیشه هر کاری کردم گفت نمیشه گفتم آقا رئیس اینجا کیه گفت پوریا گفتم پوریا کجاست گفت رفته گفت گفت نهار گفتم که کی میاد گفت دیگه گفتم که من میشینم اینجا پادکست سویل نشستم <laughs> و... باز یارو پوریا اومد تو گفتم سلام میشم تو اون یارو بعد زنه یه بار اومد به من گفتش که ببین وقت تلف نکن میدونم داستان چیه حساسی و اینا ولی بدارم میگم من چند سال کارم میکنم وقت تلف نکن گفتم اوکی این مردم اومد تو رفتم تو خلاصه خانمانی سنگین کردم از پوریا و پوریا گفت اوکی جنس رو ریلیس کن بعض زن ریلیز نمیکرد اینم یعنی اومده بود تو گفتش که جنس اینو بهش بده بعدم گفت آخه نداره فرمم گوش کن گفت آخه اینم نداره گفتم گفت غیر قانونی بعد کانادا فکر کن کانادایی گفتش که یا به اثرش گفت بهت میگم ریلیز کن دیگه چرا بحث میکنیم بعد زنه اوکی رفت بیرون رو من که اومدم بیرون زنه فقط گفت به اصلا یه سوال دارم چی به این گفتی هیچ کسی تو نتوس این کارو بکنه گفتم من فقط معنی نه رو نمیفهمم چرا نه تو الان میگی نه چون قانونت میگه ولی نه تو داره من میگه قانون تو دیزا نشده که منو بگه قانون تو شده که بگه بردن کم کنه استثنا مثلا دیر شده سرت چیز سکته کردی چرا قرمز به ضرر تو دیگه مست. چرا قرمز اون لحظه رد میکنه یعنی کار بعدی نکردی اون لحظه میفهمی چی میگم اون لحظه باید رد میکنی رد میکنی میمردی خب من قرمز رو رد میکنم ولی نرمال هیچ قرمز رو رد نمیکنی اینا همین میگن آقا میفهمم تو هیچ وقت قرمز رد نمیخوای رد کنی ولی امرو بر رد کنی به خاطر من تو هم گو میخوری اصلا پول دست شدی رئیس اینجا, اینجا اینو نمیتونی ببینی درست بعد یارو خود فکر کرد اوکی میکنم و فردا به زنگ زدم گفتم که فکس از چین اومد و خیلی حال کرد که مثلا من میدونستم ولی فکس از چین رفته بود دوست که نیستم ولی باید به زدم از چین اومد نمیخوام من فالو بکنم یه وقت با چین چیزی اینو بعد گفت نه دمت گرم که زنگ زدی اصلا فکر نمیکردم که مثلا فرداشم توش بشه گفتم نه دیگه وقتی من دارم از تو کمک میخوام همش آدمی هم که میفهمم که دیگرم به تو بده کارم تا وقتی که مشکل من تمام نکنم نمیتونم راحت بگیرم بخوابم ولی مردم این پرابلم سالوینگ رو ندارن چیزی که من نوتیس کردم مردم بگو چیکار کنم فقط دوست. بعد گیر میکنن بابا س... مشکل رو حل کن ما دنبال سلوشن بگرد نه که گور رو پخش کنن دقیقا الان بیشتر زمانم هم روی همه شرکت ها اینه که همه مشکلات بیزنس ها رو فقط حل میکنن یعنی همه کسانی که دارن دو اونجا کمکمون میکنن یعنی یکی از شریک های جدیدم یه دونه بیزنس جدید ونچر جدیدمون سینا سینا همینه میگه میگه تو اصلا فقط مشکل ها... گشایی اصلا من گوشی مشکل گوشه یه همه اینا که مشکل میخورم من میگم به تو و تو مثلا سه ای حلش میکنی چه جوری مثلا همجب... عادت کردم بهش دیگه شخصت هم داری من یه دونه اپ بود اسمشو بگم حتما میشناسی مال ترین کردن مغزت بود و تکنیکی میاد آیکی تو بهت میگه ولی خیلی ای تر چون که هی بازی میکنی و بازی ها مثلا فلش سمت راسته ولی دارن میان سمت چپ بعد تو بعد اون جایی که میانو بنزنی واسه همین همه با مغزت انگولکت میکنه همه چیز اینجوری یا مثلا یه ها پنجه شیف رو بهت نشون میده بعد غیب میشه بعد میگه دونه دونه بگو کدوما بودن یا ها ست تا میریزه میگه اون که بودن توش انتخاب کن خیلی مغزت انگولک میکنه بعد اینو که من کردم از مثلا سمارت و نمیدونم پرابلم سالوینگ و لنگویج و یه سری لیست داره بعد همشون تا هزاره خب اوریج آدم همه چی 600 خب همه رو 600 نه 700 بشی دیگه دمت گرم یعنی عادی بعد مال من خیلی جالبه من با این عکس یه باری کار گرفتم توی کمپانی خیلی خفن همه چیزا من هم 700 ایناست بعد پرابلم سالوینگ هم بود 970 واو یعنی اون سبزه تا ته تپر بود خب این جانش. اون سیتا هم نمیدونم چقدر دست داده بودن بعد یارو رئیسه که اینا دید چون خودش با اون اپ استفاده میکرد یه کمپانی داشت پول پول قرض میدادن به آدمایی که کریدیتشون تخمیه این دیگه آدمای هارد منی هارد منی بشه آره 55 درصد بهره میگرفت سالی بعد اون خودش این اپ بهش نشون که دادم گفت من نمیدونم چی ولی میخوام تو با من کار کنی من تا روز نمیاد یادم آدم همین من, من میخوام تو زندگی کار کنی بعد رفتم واسه شدم اس ای اوش به خودش میگفت گو اس ای او بلدی حالا من اس ای او اصلا نمیدونم واسه چی استند میکنه یعنی سرچ انجین اپتیمایزیشن هم نمیدونم بعد به یارو گفتم که آره با اس ای او که بچه ما قاله پوری همه چی زیرمونه گفتم که آره بابا این زیرمونه حرفا گو که من اس ای او یه نفر واسم کار میکنه بهش ماه 500 میدم تو میکنی گفتم من برای 500 از خواب بیدار نمیشم دادا هزارش کن من میکنم گو قبوله فکر کن یه نفر بدق کار میکرد و انداق بیرون خلاص خلاصه من استخدام که حالا من اومدم خونه و من آدم مسئولی خب کوچر میگم ولی نمیذارم تو چخ بفهمی من کوچ گفتم بعد <تصفح> <تصفح> با سنت از فاز گفتم نگفتم دیگه اومدم خونه نشست نشستم رو اسیو سی او رو فیگر کردم چی و اینا بعد رفتم از گوگل یونیورسیتی و اودمی سه تا دیگری سی او هم گرفتم الان مثلا گوگل هم دارم من خواست چه نگرم ولی فیگرات کردم حالا رقیم های من کین؟ رویال بنک اسکوشیا بنک تی دی رقیم هم اینا آقا شدیم نامبر وان ارگانیک بدونی که یک دلار پول ادورتیزینگ بدم nice. لونز اگه میزدی لونز اسمش خیلی مهم بود لون نفر هفتم بودیم ولی لونز نفر اول بودیم تو کل گوگل تو کل کانادا بعد حالا بگو چجوری این کارو کردم که شد وحشی دیگه های کردی نه اون موقع بکلینک خیلی مهم بود اگه بکلینک میزدی بسید میمد بالا بعد گوگل چون فهمیده بود اومدن یه چیز دادن جدید به اسم پنگوئن گفتن که آقا دیگه ما با بکلینک نیستیم اگر بکلینک بزنی بفهمیم چرا جریمت هم میکنیم من هم تمام این سه ماه که یاد گرفته بودم زیاد گرفته بودم گفتم بابا اصلا فکر کردم پرابلم سالوینگ گفتم خب این قانون واسه همه است دیگه شروع کردن واسه رویال بنک و اسکوشیا اینا تبلیغ کردن و اونا همه پنالتی شدن رفتن پایین ما اومدیم بالا برعکس حرکت در واقع امروز من داشتم تو همین که یکی از کتابه 48 Laws of Power میدیدم که ادیسون حالا همه میگن خیلی کارش درست و اینا نه <تصفح> اون فقط پولار بوده دیگه آره مثلا تسلا آدم مختره بوده که میخواسته بیاد بالا ولی ادیسون نمیذاشته <تصفح> بعدش خلاصه یه دونه اینویشن اوارد بوده که ادیسون و تسلا با همدیگه این اوارد رو میبرن ولی ایدیس... با... میان وقتی با ادیسون صحبت بکنن بهش بگن که ما این اوارد رو میخوایم بهتون بدیم تو و تسلا با هم اون ادیسون خیلی معروف بوده تسلا اصلا هیچی نبوده امی تسلا تسلا یه دونه, مد... یه دونه, کولر گازی درست کرده بودش که اولین چیزی که درست کرده یه دونه کولر گازی بودش برقی بودش که میذاشن تو خونه ها ادیسون اومد شروع کرد واسه اینکه اینو خراب بکنه یه سری گفتش این مردم رو میکشه یه سری مردم رو الکترکیوت کرد با کولر برقی که نشون بده این خطرناکه واسه خونه ها که اصلا این های تسلا از بین بره بعد اومد توی زندان ها اونایی که میخواستن با الکتریکیوشن بکشن و با این کولره با کولره گذاشت بکشه که مثلا دیگه که دیگه, 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 دیگه انقدر چیز بدیه که توی ترایل که اولین بار میخواست بکنه قدرت کولر رو زیاد نذاشته بود نفر اول نمرد که از اونجا زایه شد که اصلا این نمیتونه اونو بکشه آدم کامله خب بعدش توی اینویشن اوارد بود که ما بهش گفتم ببین تو و تسلا با هم دیگه این جایزه رو بردین ام میخوایم امشب بهتون جایزه رو بدیم به اون اواردیه گفتش که من جایزه رو نمیخوام چون میدونست اگه بگه نمیخوام به تسلا هم نمیدن دیگه اینا با هم دیگه اناونس نمیشن به عنوان وینر این عجب مریضی بوده نمیدی یه دو نفر دیگه بردن دو تا دانشجو نمیدونم آمریکایی بردن به جای اینکه بیا ادیسون و تسلا با هم همیشه میخواست تسلا رو پایین نگه مثلا که تو میگی تو رفتی رویال بانک اینا رو کاری کردی بیا پایین خودت بری بالا اون <تصفح> من تو ادیسون بودم اونجا ولی <تصفح> خب <تصفح> <تصفح> من دیگه میگم من سه ماه تمام ریسرچ و اس ای که لرن کردم روی بک لینک بود آریس کمپانی خفن داشتم آدم های خفن داشتم با وبسایت خفن میذاشتم یا همه چی از بین رفت بعد خب چیکار کنم او میام واسه اینو کنم بعد اونم پای ما رفتیم بالا خلاصه میگم این این دو, قرون ما بود آقا پرابلم سالوینگ تونو قوی بکنین من فکر میکنم این ویدیو رو دو پارتش بکنیم بسگی به ادیتور داره خیلی نه ما ما الان همین قد 2 ساعت و رکورد اون 220 2 ساعت و 20 خیلی باحال خب یه ساعت دیگه بریم رکورد بزنیم که دیگه ما رو من که من خواستم پاس دیگه ولی بزنیم خب پس من دیگه من احتمالا برای مثلا یکی دو ماه دیگه دوباره از پوریا خواهش میکنم بیاد واسه همین اگه سوالی کامنتی چیزی دارین توی بنویسین که من چند وقتی یک دوباره برنامه برنامه گرفتیم هرچی داریم بپرسیم چون آدمای تو این لول با این شور با این بک‌گراند و اینکه وقتشو بذاره واقعا کمه آدم با شور پولدار زیاده آدم پولدار با شوری که بخواد کر کنه به بقیه چه اتفاقی براشون بیفتن تقریبا درو صفر میچخرسن صفر یه چیزیه دروغ میگم بگو دروغ میگم <تصفح> چون آدم پولا نمیخوان شیر کنن دوست ندارن حرف بزنن از موفقیتشون نباید شیر بکنن ولی جوری که من نگاه میکنم به موفقیت یه جور نگاه میکنم میگم یه اقیانوسه و این اپورتونتی ها توی اقیانوس یعنی کسی میاد میتونه بگه که اگه تو ماهی بگیری من دیگه ماهی نیست بخوام بگیرم نه نه واسه همین دوست دارم که جوری باشه که به همه بتونم کمک بکنم دیگه بچه من واقعا خوشحالم که از طریق یوتیوب با آدمای اینجوری دارم شروع میکنم لایو شات رسید این اولین کسی که من از یوتیوب بهش رسیدم که آدم حسابیه و برای شخص من امروز یه روز خیلی خاصه چون من هیچ وقت مثلا یه نفر رو پیدا کنم که مثلا باش حال کنم از نظر شخصیتی یا نظر فکری و هیچ نوع کانکشنی به آدم نداشته باشم یعنی جوری که من ایشون رو پیدا کردم شیرترین استوری که نوری که پیدا کنی من روی اینستاگرام جوشم میزنم یا یه نفر اومد دیدم خوش قیافه خوش صحبت مثلا عکس های باحال بعد استایل ادیتینگش معلوم بود با ادیتینگ های آدمایی که من فال میکنم یکی بود بعد فهمیدم که تو اون لول داره توپ میزنه و ها. بعد این حرفا بعد اینکه ایرانی بود برام خیلی جالب شد اول سوال کردم شما فارسی اوکی حرف بزنید گفت آره گفتم بس بریم توش ده. خیلی نه از من ها که فارسی اوکی حرف بزنید فکر کنم یه کاری بکنم من خیلی خوبه نه مسئله فارسی خوب نیست مسئله مثال... من فکر نمیکنم فارسی بد باشه من اصلا مطمئن بودم فارسی حرف میزنی مشکل هم این بود که یه سری آدم اصلا دوست دارم میگم ما خارجی <متصفيق> بعد من نمیتونم به آدم میگم که اخرتو عوض کن میگم اگه نمیخوای فارسی حرف بزنی دیگه نمیتونم بیام اینجا بشم بچه بچه, بچه انگلیسی یاد بگیری درست، درست. برای همین پرسیدم تو هم باشی ولی خب چون تو همه چی تو انگلیسی همه چی خیلی طبیعی نفر فن من ایرانی هم فهمیدم بعد از اون اسم تو فامیل تو خونه گفتم خب فارسی دمت گرم دمت گرم خیلی حال کردین دمتون گرم بچه‌ها چاکس